سلام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی در یک شرایط خیلی سخت، دوچرخه سواری. آخه دوچرخه. سلام دکتر، حالا شما خوبه؟ شما تصادف نکنید. خوبید؟ آقای دکتر، آخه چرا اصرار دارید به دوچرخه سواری؟ تو بشین، من با چرخه بود، تو بشین راحت تر. آره نه، میگم چه اصرار دارید با دوچرخه. آقا شما بشین بهتره فکر کنید. اینجا شهر یزده، ما الان در شهر یزد هستیم به اتفاق آقای دکتر جمال نژاد عزیز، شهردار خوبه شهر یزد. البته بینندگان همسفر شما رو در اصفهان بیشتر میشناسن، چون چند سری از اصفهان رفتیم با هم دیگه. سلام علیکم شما بینندگان. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان بسیار خوب، عزیزان هم میهنمون از اقصی نقاط کشور، بلکه از کسانی که علاقه من برنامه هم سفر هستن و امیدوار هستم روزهای بسیار شاد و با نشاط رو در پیش داشته باشید. یه صحبتی که هستش، بحث این هست که آقای دکتر جمال نژاد خیلی علاقمند هستند به اینکه شهری پاکیزه داشته باشن و بدون آلایندگی. این خیلی خوبه که مسئول یک شهر چنین فکری داشته باشه و بتونه به اون عمل کنه. روزهای بدون اتومبیل رو در اصفهان شاهد بودیم، سه‌شنبه‌های بدون اتومبیل، درسته؟ سه‌شنبه‌های بدون خودرو. بدون خودرو. بله. الانم در یزد همچین اتفاق افتاده؟ بله، میدونید خوشبختانه شهر یزدم مثل شهر اصفهان هست، یکی از شهرهایی که از گذشته‌های بسیار دور مردم سوار دوچرخه می‌شدن. جالب خدمت رو عرض بکنم، الانم خوشبختانه رد پای این دوچرخه سوار در شهر یزد داریم می‌بینیم و می‌بینیم که خیلی از مردممون در خیلی از محلات قدیمی با دوچرخه تردد می‌کنن. و جالب خدمت رو عرض بکنم که نه فقط سالمندان، جوانای شهر یزدم علاقه‌مند هستن. اصفهان هم همینطور بود. اصفهان به دلیل اینکه به هر حال یه مقدار کلان شهر بود، تردد خودرو خیلی زیاد بود، شاید ایمنی و سیف بودن مسیر خیلی مهم بود. اینجا هم یقیناً همینطور هست، مسیر دوچرخه حتما باید کار بشه، حتما بایستی مسیرهای ایمن تعریف بشه، ولی خب چون تردد خودروهای شخصی کمتر هست و به نوعی میشه گفت که یه مقدار تقریبا راحت تر میشه با دوچرخه تردد کرد، از سطح شهر میزانش بیشتر. خیلی هم خوبه. ما الان در شهر یزد هستیم، قرار این شهر رو بهتون معرفی کنیم، چند روزی هم از جاذبه های تاریخی و گردشگریش بهتون بگیم. شهر یزد شهر قنات و قنوته، مردمان مهمان نواز و خونگرم و دوست داشتنی داره و پر از جاذبه های تاریخی. معمارهای خیلی بازوقی توی یزد هستند و اینکه الان فصل اومدن به یزد هم هست. هوای شمال کشور و شمال غرب و شمال شرق کشور هرچی سردتر میشه، از این طرف بعد که داریم نزدیک میشیم میریم به سمت جنوب و جنوب شرق، هوا کمی گرمتره، هرچند اینجا کویریه و کویر گرم و خشک و سرد و خشکه. به تصاویری که از یزد گرفتیم توجه کنین، همسفر ما باشید. مجددا سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان بسیار عزیز، هم شهریان دوست داشتنی، هم استانی های عزیز و هم میهنان گلم. شهر یزد یه شهر ویژه است، شاید بشه گفت به همین دلیل هم ثبت جهانی شده. همیشه عنوان میکنیم که اخیراً جهان یزد رو کشف کرده، وگرنه یزد جهانی بوده، در دوره های مختلف جهانی بوده، از گذشته های بسیار دور.
اسامی که برای یزد گذاشتن دارالعباده، دارالعلم، شهر قنات، قنوت، قناعت، بزرگترین، بهترین و زیباترین شهری که خشت در اون حاکمیت داره، شهر خشت جهان. شاید عنوان بکنیم که ثبت جهانی، می‌بینیم در کشورمون فقط همین شهر ثبت جهانی هست. حالا جمعیتش، وسعتش، مناطقی که داره یقیناً از دانه بیننده همه مستحضر هستن. 5 تا منطقه داره. توی شهرداری یزد اگر ورود پیدا بکنیم این 5 تا معاونت داره، 10 تا سازمان داره و خب یک شهری که بیش از 600 هزار نفر جمعیت داره در مرکز کشور، دقیقاً در قلب کشور، وقتی میتپه تمام کشور حرکت میکنه و خب خوشبختانه میبینیم در شهر یزد 3 نوع بافت بسیار ارزشمند رو داریم. بافت تاریخی بسیار زیبا و میشه گفت با اصالت، بافت نوسازی که اخیراً داره کار میشه و شهرداری یزد تلاشش بر این هست که اون شهر در واقع تاریخی و اون منطقه تاریخی رو به نوعی تسری بده به همه مناطق و تلاشش بر این هست که سیما و منظر مناطق نوساز هم به همون شکل و شمایل باشه. در این حال یک بافت فرسوده هم داریم. 3 نوع بافت در شهر یزد ما شاهدش هستیم و تمام تلاشمون بر این هست که انشالله بتونیم فضای شهر رو، کالبد شهر رو به نحوی هم توسعه بدیم، هم به نوعی میشه گفت که توسعه‌ای داشته باشیم که توسعه پایدار باشه. سلام به بینندگان برنامه همسفر. خدمت شما عرض شود که این مکان یه خونه سنتی هست به نام خانه کلاهدوزها. قدمت این خونه برمیگرده به دوره اواخر دوره قاجار، حدود 140 سال پیش. بعد خدمت شما عرض شود که در ابتدای امر نوادگان اون آقای کلاهدوز میان این خونه را میفروشن، یه شخصی هم اینجا را خریداری میکنه. اون آقا دیدش دید مادی بوده، بنا داشته که اینجا را کاربریش را عوض کنه، تبدیل به تجاری یا پاساج بشه. روزی که شروع میکنن به تخریب این خونه، یه معلم بازنشسته از اون کوچه بغلی داشته رد میشده. اون معلم بازنشسته متوجه میشه که همچون مکانی ها میخوان تخریب کنن و به جاش تجاری، فضای تجاری درست کنن، ایشون گزارش میکنه به اداره میراث و در واقع دولت میاد اینجا را نجات میده. بعد این خونه 10 سال توسط دانشکده معماری یزد کارهای مرمتیش انجام میشه. بعد نقوش گچبری این خونه اصلا شاید بی‌نظیر باشه و بیشتر الهام گرفته شده از نقوش گیاهی و نقوش پرندگان هست. خود خونه در 3 طبقه واقع شده. این قسمت بالا میشه همکف، قسمت پایین طبقه منفی 1 زیر زمین و 1 طبقه هم باز پایین تر داریم به اصطلاحاً بهش میگن پایاب و سرداب. خدمت شما عرض شود که در سال 2000 میلادی، یعنی 17 سال پیش، یه همایشی توی یزد برگزار میشه به نام همایش جهانی قنات و همزمان با همایش جهانی قنات اینجا تبدیل میشه به موزه آب.
معماری خونه‌های یزد خیلی شبیه به خونه‌های کاشان هستش. یعنی این نوع معماری رو من توی خونه طباطبایی‌های کاشان هم دیدم. البته خب خانه طباطبایی‌ها به عروس خانه‌های خاورمیانه معروف هستش که آینه‌کاری داخلش هست. گچبری‌های بسیار زیبا که از درخت سرو معمولاً استفاده شده توی گچبری‌ها و همطور گل و مرغ رو میتونید توی شیراز مثلا ببینید، تزئینات خانه‌های تاریخیشون. اینجاییم که ما الان هستیم، آینه کاری در پشت سر من دارین میبینین و فضای جالبی هستش که ممکنه شاهنشین باشه. گفتین این خونه مالکش کی بوده؟ این خونه مالکش یه شخصی بوده به نام آقای سید علی اکبر کلاهدوز، از تجار خوشنام یزدی. چند سال قبل؟ این برمیگرده به اواخر قاجار، 140 سال پیش. 140 سال پیش. بعد این خونه تا 140 سال پیش به عنوان یک منزل در واقع منزل مسکونی بوده، ولی شده درسته معمولا تاجرها خونه هاشون حیاطای اندرونی و بیرونی و این جور چیزا رو داشتن. اینجا هم همین بوده یا نه؟ متاسفانه بخش بیرونیش ها دولت وقت اینجا رو خریداری نکردن و الان این مکانی که ما درش هستیم مستقر شدیم در واقع اندرونی هست. درسته. قسمت بیرونیش الان تعطیله، دست دولت هم نیست، دست بخش خصوصی هست. درسته. بله. یعنی باز هم ادامه داره. بله بله، شکی نیست اینها به هم ارتباط داشته، ولی متاسفانه اون موقع خریداری نشده بخش بیرونیش. درسته. بعد اینکه شما اومدین اینجا رو موزه آب کردین، برای چی؟ چه ارتباطی به آب داره این خونه؟ ببینید در واقع یک مؤسسه هست توی تهران به نام گنجینه آب کشور. خب. این گنجینه آب کشور قرار بود که تو مراکز استانها یه دفتر بزنه، یه شعبه بزنه. منتها تنها جایی که سرانجام گرفت و افتتاح شد خود این مکان بود که الان تبدیل شده به موزه آب. خب میدونم چرا اینجا موزه آب. خب ببینید آره ببینید اینجا قبلا داخلش کنات آب بوده. البته ببینید این خونه چند تا ویژگی داره. یکی از ویژگی‌های مهمش موقعیت مکانی این خونه است. خب. چون این خونه کنار مجموعه امیر چقماق هست، کنار بافت قدیم هست، کنار بازار هست. از نظر مکانی بهترین موقعیت مکانی ها داره، ولیکن از دید این خونه هم دو تا رشته قنات رد شده که یکیش هنوز فعال هست و ثبت جهانی شده به نام قنات زارچ در عمق 30 متری. در عمق حدود 30 متری این قنات زارچ ادامه داره، از زیر مسجد جامع هم حتی عبور میکنه. بعد خدمت شما عرض شود که خود خونه هم 3 طبقه هست، بالا میشه همکف. حالا جالب همین، ما یه خونه باز من از کاشان مثال میزنم به خاطر اینه که حالا معماری این دوتا شهر خیلی به هم نزدیکه. خانه عباسیان توی کاشان 5 طبقه هستش که طبقه پنجم اون هم سطح هست با کوچه. اینجا هم الان 3 طبقه است. طبقه اول ما طبقه سوم هستیم دیگه الان که با کوچه هم سطح هستش. بعد میریم به زیر زمین میرسیم، بعد سرداب. درسته؟ یا بهش میگفتن سرداب و پس سرداب، شما چی بهش میگید؟ این درسته، ما این البته همکف میشه طبقه اول. آها. زیر زمین میشه منفی 1، پایاب سرداب میشه منفی 2، چون ما هرچی از سطح به پایین بریم اصطلاحاً. ولی تو لفظ یزدی که نمیگفتن منفی 1، نه میگفتن زیر زمین یا پایاب سرداب. میگفتن سرداب و پس سرداب. آره. حالا پس سرداب و حقیقتش من نشنیدی. آنچنان به گوشم معنوس نیست. آره. ولی خب من شنیدم اینو. پایاب یا پایاب؟ پایاب رو مخففش کردن. آره. جایی بوده که مثلا آب قنات از اونجا عبور میکرده، بعد مردم میرفتن، حال مردم که نه، من اون ساکنان اون خونه دسترسی به آب داشتن، هم آب شربشون از اونجا تامین کردن. البته مخصوص خانواده های متمول بوده، کسانی که وضعیت مالی خوبی داشتن، اینا توی خونه شون به این شکل آب جریان داشته و این فضا رو داشتیم. خب اینجا حیاتی هستش که بسیار زیباست، مقرنسکاری های بسیار زیبایی رو ما میتونیم ببینیم، گچبری های فوق العاده ظریف و زیبا و دیدنی رو میتونید اینجا ببینید، آینه کاری هایی که خیلی قشنگ و ماهرانه به هر حال جلوه داده به زیبایی های این خونه، و همینطور درهای عروسی که عرض کردم با شیشه های رنگی بسیار زیبا تزیین شده و کارایباری و کارایی خاص خودش رو داشته. حیات کوچکی که نماد خانه های تاریخی هستش. تقارن رو به زیباترین شکل شما میتونید در خانه های تاریخی تماشا کنین، همینطور باغچه های کوچکی که فضای بسیار خوب و آرام بخشی رو به ساکنین این خونه میداده. میریم به طبقه منفی 1 یا زیر زمین ببینیم اونجا
چه اتفاقاتی افتاده و در مورد موزه آب بهتر و بیشتر براتون میگیم. قنات رو ما در قسمتی از برنامه همسفر در شهر میمه بهتون معرفی کردیم، داخل قنات هم حتی رفتیم. یکی از فضاهای بسیار جالبی هستش که در کشور ما هست و جای بسیار دیدنی هستش که متاسفانه در اکثر نقاط ایران کاربری خودش رو از دست داده. چخماق یا چغماق؟ همین چغماق. یعنی دو تا قاف داره. چه قاف؟ م آ قاف. درسته. ولی تو لفظ یزدی من شنیدم چخماق. خب سخت دو تا قاف پشت سر هم گفتن. یکی تبدیل میشه. آره من اینجا دارم میبینم چغماق نوشته. و حتی خیلی جواب به اشتباه در میتونه که متعلق به یزد هم نیست، چخماق نوشته میشه. چون چخماق به قول معروف چه نیازی بوده به همچین معماری که فقط یک دیواره هست و چند تا حجره‌ای که نه پله داره نه تشکیلاتی برای رفتن؟ حساب اینجا رو از مجموعه امیرشهرباغ یک جوری با اینکه در همین مجموعه هستش باید جدا کرد. ببینید مجموعه امیرشهرباغ یک تاریخچه‌ای داره. در اصل این مجموعه متعلق به قرن 9 هجری هستش که امیرشهرباغ شامی حاکم شهر یزد از طرف شاهرخ تیموری منصوب میشه و همسرش ستی فاطمه خاتون که مقبرش اتفاقا اون طرف میدان هست. اینا میان بانی بسیار آثار خیلی در یزد میشن که بخشش در مسجد جامع توضیح دادیم. یکیش این مسجد امین چخماق هستش که خارج از حصار یزد به موقع ساخته میشه و معروف بوده مسجد جامع نو حتی بهش میگفتن. بعد آثار دیگه هم در این مجموعه بوده. آبانبار بازار که هست، بازار حاج قمبک بونم متعلق به قرن 9 هجری است. خب معما اندر معما شد آقا. بحث این من هر کی میگم همه چغمق فکر میکنه همین مناره و این چیز بله دیگه. الان نه این یک مجموعه بوده که بخشش حتی تخریب میشه به مرور زمان. اما این تکیه‌ای که پشت سر میبینید این دوره قاجار اضافه میشه. ما اصلا سنت حسینی سازی و تکایه ساخت تکایه از دوره صفوی متداول میشه. شما در خیلی از محلات تاریخی هست که برید با همین سبک و سیاق اما در مقیاس کوچکتر این تکیه ها یا حسینی ها رو میبینید. این تکیه دوره قاجار میاد و در میدان امیر چخماق اضافه میشه. اون نخل معروف یزدم که همینجا هستش. درسته. بس اسم اینجا تکیه هست. این تکیه امیر چخماق هست یا حسینی امیر چخماق. اما اصل مجموعه امیر چخماق متعلق قرن 9 هجری هستش. خیلی جالب شد برام. خیلی معماری بومی یزد و شبیه به کاشان دیدم. اونجا هم یه محله داره به نام محله سلطان امیر احمد که یک مجموعه هست شامل خانه های تاریخی، حمام سلطان امیر احمد، خود بقعه سلطان امیر احمد. اینجا هم که شما فهمودین میشه پس محله به نام محله امیر چخماق. میدان امیر چخماق بوده که این میدان با اینکه تقریبا 2300 سال قدیمی تر از میدان نقش جهان اصفهانه اما برای اون موقع اون هم مثل میدان نقش جهان دارای شخصیت و ابهت خاصی برای خودش بوده. درسته. و الان سمت راست ما تعداد زیادی بادگیر داریم میبینیم. تعداد زیادی که نه 5 تا بادگیر داریم میبینیم. درسته؟ بله. که آبنبار هستش. بله. فضایی که پشت سر ما هستش.
آبنبار هستش و آبنبارهایی از جالبیشون به اینه که همه اونها دارای دارای بادگیر هستن که خود بادگیر هم باعث می‌شده که آب خنک بمونه، هم باعث می‌شده که آب تصفیه بشه و اون جریان باد آبو به تکاپو مینداخته و باعث می‌شده که یک جا نمونه و نگنده. بله کاملا درست. اطلاعاتم خوبه؟ خوبه. یکم بیشترش کار کنید کامل. آره یه ذره باید بیشتر دقت کنم. بله کاملا درسته. این آبنبارها نقش توی شهرهای کویری نقش حیاتی رو داشتن برای شهر و مردمان محلات تاریخی. یا آبنبارها از قنوات پر می‌شدن و بعد همان وقتی بودن. بله اکثرا. و جالب این هستش که یکی از ویژگی‌های فرهنگ اجتماعی از همنشینی زرتشتی ها و مسلمان هاست. جالب این هستش که هم زرتشتی ها و هم مسلمان ها که بعضاً آبنبارهایی رو احداث میکردن، جالبه که تو وقت خواهش میگه که برای هم مسلمان هم زرتشتی استفاده بشه. حتی یه آبنباری رفتیم دیدیم که دو تا پله داشت، دو دهنه داره، دو دهنه. یکی برای مسلمین، نه دو طبقه بود، دو پله بود که پله بالایی معمولا مسلمانان استفاده میکردن و از پله پایینی مذاهب دیگه. بعد این حسینیه یا تکیه که الان اینجا داریم میبینیم نماد چی هستش؟ یعنی از ابتدا تکیه بوده؟ بله از اول این تکیه فکر کنم اون طبقات بالا رو که خانما بودن طبقه پای آقایون و اون بالا هم که شاهنشین هستش معمولا سران استفاده میکردن. کلا اطلاعاتم خوبه. خب بله این دوتا بالی هم که اضافه شده، این قبل در گذشته هم همین بالها بوده، حالا یکم از لحاظ سوغنجشی تفاوت داشته جای مکانش، حالا با توجه به شرایط خیابانکشی اینها احداث شده که این غرفه ها استفاده میشه. ما کجایی هستیم الان دقیقا؟ ما تقریبا مرکز بافت تاریخی هستیم، اون بازار روبرومون. بله ما ببینید این خیابان روبروم خیابان قیام هست که وقتی که خیابان احداث میشه بازارهایی که به هم متصل میشن متاسفانه از بین میبره، وگرنه ما دو طرف این بازارهای اون سمت به هم دیگه متصل بودن که به بازار خان، مجموعه خان معروف هست و بازار سنتی یزد اونجا متمرکز شده. خب من این رو بهتون اضافه بکنم و بگم که ما الان نزدیک به غروب آفتاب اومدیم اینجا و این فضا رو بهتون معرفی میکنیم و نمای دیدنی تکیه امیر چغماق در شب خیلی زیبا هستش به خاطر اون نورافکنی ها و نور افشانی هایی که میشه، فضای جالبی پیدا میکنه. ضمن اینکه در مقابلمون هم موزه آب هست که قبلا بهتون معرفی کردیم، خود بازار یزد هستش، یعنی ما در یک بافت تاریخی داریم به هر حال این برنامه رو براتون ضبط میکنیم. صحبت پایانی داریم با بینندگانمون، بفرمایید. فقط میتونم بگم که ما بسیار خوشحال هستیم که شهر یزد جهانی شد، در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید و این یک برند جهانی است. امیدوارم که بینندگان عزیز که به شهر ما تشریف میارن بهشون خوش بگذره و دعوت میکنیم از شما که تشریف بیارید به شهر تاریخی یزد و از آثار تاریخی و مهمان نوازی یزدی ها بهره‌مند بشید. حتما همینطور هست، مردمان یزد مردمان مهمان نواز و خونگرم و دوست داشتنی هستن، همراه با سوغات خوشمزه شیرینی های یزد. شیرینی های خیلی خوشمزه هستش، جز سوغات این شهر محسوب میشه، علاوه بر صنایع دستی شما میتونید از شیرینیات اینجا هم استفاده کنید و کامتون رو شیرین کنید. باز هم در یزد خواهیم بود و زیبایی های یزد براتون خواهیم بود.